توی این ویدیو میخوام تمام نکاتی که برای زدن ورنی به نقاشی رنگ روغنتون بهش احتیاج دارین توضیح بدم. پس حتما تا آخر این ویدیو رو همراه من باشین. سلام، من لیلی هم به یه ویدیو لیلون آرتی دیگه با من خیلی خوش اومدین. یادتون نره که برای حمایت ازم ویدیوها رو لایک بکنین، کانال یوتیوب من رو سابسکرایب بکنین و نظراتتون رو برام بنویسین. برای دیدن نقاشی هم میتونین پیج اینستاگرام من به آدرس لیلون آرت رو فالو بکنین. دیگه اینکه اگر اطلاعات دوره های مجازی آموزشی من رو میخواییم بدونین، توی این کانال تلگرام که این پایین آدرسش رو دارین میبینین میتونین اطلاعاتش رو بخونین. و دیگه اینکه اگر دوست داشتین اسپانسر ویدیوهای من بشید، حتما توی واتساپ یا تلگرام با من در ارتباط باشین. خب بریم سراغ ویدیومون. راجع به ورنی ها هستش. قراره هر آنچه سوال دارین راجع به ورنی ها رو توی این ویدیو بهتون جواب بدم. خیلی ویدیو مهمیه و خیلی ویدیو خوبیه، پس حمایت حسابه یادتون نره. بریم سراغ ویدیومون. اول از همه ببینیم که ورنی ها چی هستن. ورنی یه پوشش شفاف رزینی محافظ به صورت مایع یا اسپریه که توی تکنیک‌هایی مثل رنگ روغن اکریلیک برای محافظت نقاشیمون به عنوان آخرین لایه نقاشی روش کار میشه. ورنی ها از حل کردن انواع موم و انواع رزین توی تربانتین به دست میان و همونطور که گفتم انواع مایع و اسپری دارن. اما ورنی ها برای ما چی کار میکنن؟ اولین و ابتدایی ترین کاری که انجام میده اینه که برق تابلو رو به نقاشی ما بر میگردونه و رنگ هامون رو دوباره زنده میکنه. اگه تجربه استفاده از نقاشی رنگ روغن رو داشته باشین، احتمالا متوجه شدین که بعد از 4-5 روز یا یک هفته احساس میکنیم که رنگاتون کدر شده، مات شده و دیگه اون شفافیت اولیش رو نداره، به اون خوشگلی که اون اول بوده نیستش. اون به خاطر فرایند اکسیداسیون رنگ روغن هستش. رنگ روغن وقتی که میخواد خشک بشه اکسید میشه، یعنی برخلاف اکریلیک که تبخیر میشه آبش، رنگ روغن در نتیجه اکسیداسیون خشک میشه و در نتیجه این اکسیداسیون مات میشه و ورنی اولین کاری که میکنه اینه که اون درخشندگی و برق اولیه رو به رنگ هاتون برمیگردونه و اونا رو دوباره شفاف و زنده میکنه. و کار دیگه ای که از لحاظ زیبایی برای تابلوتون انجام میده اینه که رنگ های یک تابلوی نقاشی همشون به یک نسبت مات و براق خشک نمیشن. وقتی که احساس میکنید تابلو نقاشیتون خشک شده، وقتی اون رو توی زوایای نوری مختلف چپ و راستش میکنین، بالا و پایینش میکنین، تکونش میدین، قشنگ احساس میکنین که یه قسمتهایی از نقاشیتون ماته، یه قسمتهایش یه مقدار براق‌تر هستش. ورنی میاد این ماتی و براقی رو توی تمام سطح تابلوتون یک دست و یک نواخ میکنه و دیگه وقتی توی نور تکونش بدین، اون حالتی که انگار یه حالتی یه جاهایش ماته یه جاهایش براقر دیگه نمیبینین، همش صاف و یک دست میشه. ولی این دوتا از کارهایی بودش که فقط از لحاظ زیبایی ورنی برای نقاشی ما انجام میداد. اما مهمترین کاری که ورنی برای نقاشی ما انجام میده محافظت از اون هستش. محافظت در برابر عواملی مثل رطوبت که میتونه در طی سالهای سال باعث بشه که لار و حشرات توی نقاشیتون تشکیل بشه یا خیلی مشکلات دیگه، مشکلاتی مثل آسیب تابلوتون در برابر نور یووی، در برابر تغییرات دما که میتونه باعث انبساط و انقباض پارچه بومتون بشه و اصلا کلا باعث متلاشی شدن بومتون بشه، یا گرد و خاک و آلودگی و اینا. ورنی در مقابل تمامی این عوامل نقاشی شما رو در طی سالها محافظت میکنه. این در طی سالها که میگم
40 سال به بالا رو در نظر بگیرین که این آسیب‌ها میتونن که خودشونو نشون بدن. البته که ورنی کامل آسیب‌هایی که ممکنه به نقاشی برسه رو از بین نمیبره، ولی خیلی روند تخریب نقاشیتون رو کم میکنه و در واقع اون رو به تأخیر میندازه. اما ورنی ها انواع مختلفی دارن، همونطور که بهتون گفتم یا مایعن توی یه شیشه‌ای به شکل یک مایعن یا به شکل اسپری‌ان که اسپری میکنین روی تابلوتون، که هر کدومشون چه مایع باشه چه اسپری باشه باز انواع مختلفی داره که حالا یه ذره جلوتر با هم دیگه انواع مختلفش رو بررسی میکنیم. تفاوت بین ورنی مایع و اسپری هم این هستش که ورنی مایع معمولا لایه ضخیم‌تری از ورنی رو میاره روی نقاشیتون، پس مقاومتش بیشتره، اما یه مقدار کار کردن باش یا زدنش روی تابلو سخت‌تر هستش، یه کوچولو هم به خاطر اون ضخامت بیشتری که داره یه کوچولو دیرتر خوش میشه. یعنی مثلا ورنی مایع یه چیزی حدود 24 ساعت زمان احتیاج داره تا خشک بشه، ولی ورنی اسپری فقط مثلا در حد 3-4 ساعت کافی شه که خشک بشه. دیگه این که ورنی مایع رو میشه انواع مختلفش رو با هم دیگه ترکیب کرد به نسبت‌های مختلف و به اون ویژگی خاص یا به اون مقدار از براقیت که خودتون دوست دارین برسین. ورنی ها رو برندهای مختلف ایرانی و خارجی تولید میکنن، ولی خب محبوب ترین برندی که داخل ایران قابل دسترس هستش و دیگه اینکه کیفیت قابل قبولی هم داره برند وینزور نیوتن هستش که من الان مدل های مختلفش رو براتون بررسی میکنم، ولی همین مدل ها توی برندهای دیگه هم هستش، یعنی به همین اسامی. اولین ورنی که بررسی میکنیم ورنی دامار هستش، قدیمی ترین ورنی کلاسیک هستش و اینکه مشکلاتی داره مثل اینکه ممکنه شکننده باشه، به مرور زمان زرد و تیره میشه، اما سرعت خشک شبندگی بالا داره و قابل برداشت شدن با تربانتین یا وایت اسپریت هستش و دیگه اینکه مقاومت در برابر اشعه یووی نداره. ورنی مات همونجور که از اسمش هم پیداست جلوه نهایی مات داره و این به این معنی نیستش که اون برق تابلومون رو یک دست نمی کنه، برق تابلو رو به صورت مات یک دست می کنه، مقاومت فوق‌العاده در برابر اشعه ماورا بنفش داره، سرعت خشک شوندگی بالا داره، با تربانتین و وایت اسپریت برداشته میشه، خاصیت زرد شوندگی داره ولی کمتر از ورنی دامار، بعد از خشک شدن ترک نمی خوره. ورنی بعدیمون ورنی براق هستش که خصوصیتی دقیقا مشابه با ورنی مات داره، با این تفاوت که جلوه نهاییش براق هستش. این براق بودن ممکنه که خیلی برای هنرمندا جذاب نباشه، چون توی یه زوایای خاصی یهو یه نور خیلی شدیدی توی تابلومون میافته. راستی یادم رفت بگم که ورنی دامار هم یک ورنی بسیار براق، حتی براق‌تر از ورنی براق هستش. و اما ورنی بعدیمون که ورنی ساتنی هستش، این ورنی یه جلوه ما بین ورنی مات و ورنی براق داره، نه خیلی مات نه خیلی براقه و بین ورنی های دیگه بین هنرمند ها محبوب تر هستش و دقیقا خواصی مثل همون ورنی ماتمون رو داره. و اما ورنی آخرمون ورنی روتوش یا ریتاچینگ وارنیش که این ورنی همون ورنی موقتمون هستش، یعنی تنها ورنی موقت تا الان. ورنی هایی که با هم دیگه خوندیمشون همه ورنی های دائم بودن که باید حداقل 6 ماه زمان خشک شدن تابلومون گذشته باشه تا بتونیم کارشون بکنیم، ولی ورنی ریتاچینگ رو میتونین بعد از اینکه سطح تابلوتون رو دست زدین و خشک بود ازش
استفاده بکنیم و برای مواقعی خوبه که شما مثلا سفارش نقاشی رنگ روغن دارین، میخواین تابلو رو تحویل مشتری بدین، میخواین برق اصلی تابلو رو بهش برگردونین و میتونین سریع از ورنی ریتاچینگ استفاده بکنیم. یکی دیگه از کاربردهایی هم که داره اینه که برای روتوش تابلوهایی که یه مدتی از خشک شدنشون گذشته و نیمه کاره هستن و شما میخواین ادامهش رو با کار بکنین، در نتیجه روی قسمت‌های خشک شده ورنی ریتاچینگ رو میزنین و رنگ‌ها یه حالت خیس میگیرن و میتونین دوباره روشون کار بکنین. ورنی روتوش مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفشه، زرد نمیشه، بعد از خشک شدنش ترک نمیخوره، جلوه نهایی براق داره، سرعت خشک شوندگی بالا داره و دیگه همین دیگه. وقتی هم باید به تابلو زده بشه که تابلوتون دست که میزنه خشک باشه و حالت چسبندگی نداشته باشه. ورنی ها از هر مدلی که باشن توی 4 تا حجم 75 میل، 250 میل، 500 میل و 1 لیتری توی بازار موجود هستن. اما برای زدن ورنی چون یه کار خیلی حساسی هستش، باید به چند تا نکته توجه بکنین. اولین و مهمترین نکته اینه که تابلو رنگ روغنتون باید خشک شده باشه. خشک شدن رو با دست زدن به تابلو نقاشی نمیشه فهمید. ممکنه دست بزنین لایه‌های روی خشک شده باشه ولی لایه‌های زیری هنوز خیس باشه. در نتیجه باید نقاشیتون به صورت عمقی خشک بشه و برای خشک شدن عمقی نقاشیتون زمانی حدود حداقل 6 ماه تا 1 سال زمان لازمه. این مقدار زمان رو با توجه به کاری که خودتون توی تابلوتون انجام دادین میتونین کم و زیادش بکنین، ولی کمتر از 6 ماه دیگه نباید روی تابلوتون ورنی بزنین. اگر که تابلوی نقاشیتون به صورت عمقی خشک نشده باشه، اون لایه ورنی باعث میشه که دیگه اکسیژن به لایه های پایین تر نرسه و در طی زمان آسیب های خیلی جدی میتونه به نقاشیتون بزنه، یا اصلا اگر که خیلی زود ورنیتون رو بزنی ممکنه باعث بشه که رنگ های نقاشیتون اصلا تو هم دیگه قاطی بشه، مگر اینکه از ورنی ریتاچینگ استفاده بکنیم. ورنی ریتاچینگ جلوی اکسیداسیون رنگ رو نمیگیره، یه ورنی موقته و شما بعد از حدود 3 تا 4 هفته که از در واقع خشک شدن تابلوی نقاشیتون گذشت میتونین ورنی ریتاچ رو بزنین. اما ورنی های دائم حداقل باید 6 ماه از آخرین رنگی که روی تابلوی نقاشیتون گذاشتین گذشته باشه. اما بهتون گفتم که شما با توجه به اینکه خودتون توی نقاشیتون چه کارهایی انجام دادین، این زمان خشک شدن رو تعیین می‌کنین. یک سری عوامل باعث میشه که تابلوی نقاشی رنگ روغنتون زودتر خشک بشه. مثلا اینکه چه ضخامت رنگی رو استفاده کردین توی تابلوتون. هر چقدر رنگ‌ها ضخامت کمتری داشتن، لایه‌های نازک‌تری داشته باشن، زودتر خشک میشن تا نسبت به رنگ‌هایی که غلیظ گذاشته شده یا مثلا تکنیک این پاستا بوده. دیگه اینکه از چه رنگ‌هایی استفاده می‌کنی. یک سری از رنگ‌ها و پیگمنت‌ها به طور طبیعی زودتر از رنگ‌های دیگه خشک میشن و شما حتما توی کارتون باید این رنگ‌هایی که زودتر خشک میشن رو نسبت به رنگ‌هایی که دیرتر خشک میشن بشناسیم. با توجه به اینکه چه رنگ‌هایی استفاده کردین این تایم در واقع خشک شدن رنگتون رو بسنجیم. و دیگه اینکه تابلوی رنگ روغن توی گرما زودتر خشک میشه، مثلا توی زمستون توی محیط خونه که وسایل گرمایش روشنه و محیط خونه گرمتره زودتر از تابستون که مثلا کولر روشنه تابلوی رنگ روغنتون خشک میشه، یا تو فضای بیرون تابستون زودتر از زمستون رنگ روغنتون خشک میشه. دومین نکته که باید بهش توجه بکنی اینه که نوشته های روی یه دونه بسته بندی ورنیتون رو کامل و دقت بخونین و حتما حواستون باشه که این نوشته هایی که بهتون میگم رو
داشته باشه. اول از همه اینکه این ورنی باید برای رنگ روغن ساخته شده باشه. ورنی هایی که برای اکریلیک ساخته میشن متفاوتن، چون همونطور که گفتم روند خشک شدن اکریلیک با رنگ روغن متفاوت هستش. در نتیجه اولین چیز اینه که روی بسته ورنیتون نوشته باشه که برای رنگ روغن هستش. بعد از اون ببینیم ورنیتون موقت یا دائم هستش. ورنی های موقت همونطور که بهتون گفتم ورنی ریتاچینگ هستش، بقیه ورنی ها ورنی های دائمن که این خیلی تاثیر میذاره روی اینکه بدونین کی باید به تابلوتون ورنی بزنین. دومی این که یووی پروتکشن باشه که باعث میشه در برابر نور خورشید محافظت بکنه از نقاشیتون. برندهای ایرانی چون معمولا یووی پروتکشن نیستن به درد نمیخورن، پس سعی کنین که یه ورنی با یه برند مطرح که یووی پروتکشن داشته باشه رو انتخاب بکنین. دیگه اینکه برندهای ایرانی یا برندهایی که کلا بد باشن ورنیشون چسبناکه و این خیلی بده، چون باعث میشه حتی وقتی هم خشک شده حالت چسبناکیش بمونه و گرد و خاک رو به خودش جذب کنه. پس حتما برای ورنیتون یه بودجه مناسبی رو بذارین کنار، یه ورنی خوبی رو انتخاب بکنین. دیگه اینکه حتما ورنیتون ریمووبل باشه، یعنی که بتونین به کمک ترپانتین پاکش بکنین، چون هر چند سال یک بار ورنیتون تغییر رنگ میده و باید پاک بشه و برای محافظت دوباره زده بشه. ورنی رو باید با ترپانتین از روی سطح تابلو پاک کرد. در نتیجه حتما حواستون باشه که ریمووبل باشه که بتونین بعد از چند سال دوباره ورنیتون رو تمدید بکنیم. و دیگه این که بدونین که ورنیتون براق هستش یا مات هستش یا ساتین هستش که بازم از روی نوشته‌های روی ورنی میتونیم متوجهش بشیم. سومین نکته این که از ورنی ها به عنوان مدیوم توی خود نقاشیتون استفاده نکنین، چون ممکنه که وقتی بخواییم ورنی رو به کمک ترپانتین پاک بکنین و دوباره تمدیدش بکنین به خود نقاشیتون آسیب برسونه، چون به عنوان مدیوم توی نقاشی ازش استفاده کردین. مثلا اگر یادتون باشه توی ویدیو گلیزینگ بهتون گفته بودم که میتونین از ترکیب ورنی در واقع دامار و روغن برزرک استفاده بکنین، ولی به جاش میتونین از لیکوین لایجل استفاده بکنین. در نتیجه توی اینجور مواقع استفاده از اون لیکوینه بیشتر توصیه میشه تا اینکه از یه نوع ورنی به عنوان مدیوم توی نقاشیتون استفاده بکنین، چون همونطور که گفتم ممکنه موقع تمدید ورنیتون وقتی پاکش میکنین به خود نقاشی آسیب بزنین، پس این یه نکته خیلی مهمه. خب حالا بریم ببینیم چجوری میتونیم روی تابلوی رنگ روغنی که بیشتر از یک سال از خشک شدنش گذشته ورنی مایع دائم بزنیم. توی نور میتونیم ببینیم که یه قسمت هاییش براق مونده، یه قسمت هاییش مات هستش و اگه تابلو رو جابجا بکنم توی نور بیشتر این تفاوت رو میتونیم متوجه بشین. خب اول از همه گرد و خاک تابلومون رو باید بگیریم به کمک یه دستمال، یه حوله‌ای که پرز نداشته باشه و نرم باشه و یه مقدار نمناکش کرده باشیم. گرد روی تابلومون رو کامل میگیریم و اجازه میدیم که خشک بشه. اصلا روی خیسی دستمال نمدارمون کار نمی کنیم. ضمناً با یه فضایی که داریم توش ورنی میزنیم میز کارمون رو هرچی کاملا تمیز باشه و گرد و خاک نداشته باشه تا در واقع اون گرد و خاک ها نیاد روی ورنیتون بشینه. پس خیلی مهمه که فضای اطرافتون تمیز باشه. بعد از اون تابلومون رو بررسی میکنیم. اگر جایی یه تیکه رنگ خشک شده باشه، مونده باشه، موی قلمو مونده باشه یا هرچی، با کاتر اون رو از روی سطح تابلومون بلند میکنیم. حواستون باشه که کاتر به نقاشیتون آسیب نزنه. خیلی آروم با نوکش حالا اون موی قلموی یا تیکه رنگ یا هرچی بر میداریم و کامل سطح نقاشیمون رو بررسی میکنیم.
تابلو نقاشیمون رو به صورت کاملا صاف بدون شیب و زاویه روی یه سطح تمیز قرار میدیم. یه قلموی نرم زمینه یه پهن داشته باشین، بهتره که مخصوص کار ورنیتون باشه و ازش استفاده دیگه‌ای نکنین، تمیز باشه، نو باشه. بعد میاین از ورنی مایتون، حالا بسته به این که ورنی ساتین اگه هستش، یه مقدار خیلی آروم تکونش میدین تا دوتا فازش با هم دیگه یکی بشه. بقیه ورنی ها رو معمولا نمیخواد، اما اگر احساس کردیم موادش تهش تهنشین شده میتونیم به همین آرومی تکونش بدین. آروم تکون میدیم چون اگر تون تون تکون بدیم توی سطح ورنیمون حباب ایجاد میشه و این حباب به سطح نقاشیمون هم میاد و ما اینو نمیخوایم. البته که بعدن این حباب ها از بین میره، ولی بهتره که اصلا از اول نباشه. بعد به مقداری که لازم داریم با توجه به اندازه نقاشیمون از ورنی مایمون روی سطح میریزیم و به کمک قلموی زمینه ایمون به صورت کامل به همه قسمت های تابلومون پخش میکنیم تا وقتی که یه لایه نازک و یک نواخت از ورنی رو روی کل تابلومون زده باشیم. زدن ورنی اسپریمون حتما نقاشیمون باید به صورت زاویه دار قرار گرفته باشه و بعد اسپری رو تکون میدیم و از فاصله 30-40 سانتی متری به صورت یک لایه نازک روی سطح کارمون اسپری میکنیم. البته که قبل از اسپری کردن و مرحله تمیزکاری و گرد و خاک گیری تابلومون رو حتما باید انجام داده باشیم. بعد از اینکه اسپری رو زدیم دیگه سطح تابلومون رو صاف میکنیم تا وقتی که خشک بشه. و برای زدن ورنی ریتاچینگ هم دقیقا مثل ورنی مایه، منتها میتونین بعد از 2-3 هفته از خشک شدن تابلوتون این ورنی رو بزنید. باز تابلو رو صاف میذاریم بدون سطح شیب دار، سطح تابلومون رو تمیز میکنیم، اجازه میدیم خشک بشه و بعد از اون ورنی ریتاش رو میذاریم و خیلی سریع هم خشک میشه. قلموی آغشته به ورنیتون رو به هیچ وجه نذارین خشک بشه، چون دیگه هیچ وقت به حالت عادیش برنمیگرده، خراب میشه، باید بندازینش دور. قلموی آغشته به ورنیتون رو به کمک تروانتین یا وایت اسپریت میتونید تمیز کنید. قبل از اینکه خشک بشه مقداری تروانتین یا وایت اسپریت داخل یه ظرف پلاستیکی بریزین، قلموتون رو موهاش رو کامل درونش بخوابونین تا وقتی که تروانتین یا وایت اسپریتتون تغییر رنگ بده مات تر میشه یه حدودی تا حدودی، و بعد از اون قلموتون رو به کمک آب گرم و صابون بشورین و بذارین خشک بشه. اینجوری دفعه بعدی هم میتونین ازش استفاده کنین. اما بعضی از عوامل هستن که به غیر از ورنی خودشون میتونن باعث محافظت یا دوام بیشتر نقاشی شما بشن که غیر از ورنی خوبه که به این نکات هم توجه بکنیم. مثلا بعضی از رنگ ها مثل سفید زینک خودشون باعث میشن که در طی یه مدت مشخص ترک بخورن و در واقع رنگ های پایداری نیستن. پس اول از همه بهتره که از رنگ های پایدار توی نقاشیتون استفاده بکنین، مثلا به جای سفید زینک سفید تیتانیوم استفاده بکنین. دیگه این که بعضی از رنگ ها در برابر در واقع نور پایدار نیستن یا لایت فستنس کمی دارن، در نتیجه باعث میشه که در برابر یووی نور خورشید در طی سالها رنگ پریده بشن. پس نکته دیگه این که از رنگ های استفاده میکنین که لایت فستنس بالایی داشته باشن. محل نگهداری تابلوتون اگر خیلی با ارزشه بهتره که رطوبت و دماش
کنترل شده باشه و دیگه اینکه تابلوی نقاشیتون حتی اگر بومه حتما داخل قاب با شیشه محافظ قاب گرفته بشه و در واقع با قاب نگهداری بشه. و دیگه اینکه زیرسازی نقاشیتون هم توی پایداری تابلوی نقاشیتون خیلی مهمه، پس حتما حواستون باشه که یک زیرسازی و یک جسوکاری خوب و در واقع با یک برند خوب زیر نقاشیتون داشته باشین که همه این عوامل میتونه باعث بشه که نقاشیتون در طی زمان کمترین آسیب رو ببینه. مثل همیشه ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. حمایت یادتون نره، ویدیو رو لایک بکنین، کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، برای دیدن نقاشیم پیج اینستاگرامم رو ببینین. اطلاعات دوره‌های آموزشیم رو میتونین توی کانال تلگرام که آدرسش رو این زیر میبینین برین و ببینین. دیگه همین، دیگه توی ویدیو بعدی میبینمتون.